الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته امیدوارم که الله سبحانه وتعالى رزق های ما و نماز خواندن های ما ما را در ما باشند با در فردای قیامت از آتش جهنم رهایی بخشند و در بهشت برین جای دهند موضوع سخن چند دقیقه ما قبل از افتار کردن در رابطه با سنت ها و آداب و رسوم شرعی افتار کردن هست بیاد دارید که ما روزه گرفتن هست بخشید آداب و سنت های روزه گرفتن بیاد دارید که ما در برنامه گذشته در این رابطه صحبتی کردیم اما وقت برنامه پایان رسید ما اشاره کردیم به ادب و سنت سحری خوردن ادب و سنت سحری خوردن گفتیم که رسول الله صلی الله علیه و ما را ارشاد کردن به سحری خوردن تسحروا فان فی السحور برکه و همچنین فرمودند که سحری خوردن را از دست مدهید ولو اینکه یک جرعه آب بنوشید و سپس گفتیم که یک انسان مؤمن، یک انسان مسلمان، یک انسان سنی یعنی پیرو به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامی که ارشادی از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنید آن را انجام می ولو اینکه خود انسان نتواند اهمیت آن ارزش آن را درک کند میگه مادامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا امر کرده مرا تشویق کرده را انجام میدهم در مورد مسئله سحری خوردن نیز به همین صورت ما میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را تشویق میکنند به سحری خوردن به سحر حروف فین فی برکه فلا تدعوا از دست مدهید که یک جوره آب بنوشید در روایت بسیاری رسول الله الله علیه و سلم ما ارشاد میکنند به سحری خوردن پس من مسلمان من مسلمان هنگامی که این ارشاد را از رسول الله صلی الله علیه و سلم در رابطه با سحری خوردن شنیدم میگویم بایستی سحری بخورم ولو اینکه گرسنه و تشنه نباشم ولو اینکه در اسنای خواب باشم برمیخیزم همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم اصوه من الگوی من مرا ارشاد کرده سحری میخورم ولو اینکه نصف استکان یا ربع استکان آب باشد چون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند برای اینکه یک جرعه آب باشد یک جرعه آب را من می نوشم یک جرعه آب را من می نوشم و همان گونه که در حدیثی که در برنامه گذشته کردیم مورد ستایش معبود بر حق بودن را جایزه میبرم و دعای فرشتگان را جایزه میبرم چرا این مسئله را من از دست بدهم چرا مفت مسلم ای برادر عزیز ای خواهر مسئله را از دست بدهیم مگر کمه مورد مد و ستایش الهی قرار گرفتن مگر کم است دعای فرشتگان دعای مستجاب فرشتگان برای من برای شما کمه مگه این مسئله چرا از دست بدیم چرا از این مسئله عظیم رو از دست بدیم یک جور آب رو استکان آب اگر تشنه نیستید گرسنه نیستید ولو که در اسنای خواب باشید برخیز یه جور آب بنوشید این سنت رو انجام میدیم و مورد ستایش الهی قرار میگیریم فرشت دعای فرشتگان شامل حال ما میشود علاوه بر این سنت رسول الله صلی الله علیه سلم را انجام دادیم چرا انسان باید در این مسئله سهل انگاری کند؟ چرا انسان باید این فضیلت عظیم را از دست بدهد؟ مورد متستایش معبود بر حق قرار گرفتن دعای فرشتگان دعای مستجاب فرشتگان اتباع و پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم پس این مسئله رو از دست ندهیم این مسئله رو از دست ندهیم پان اهمیت بدهیم سحری خوردن اگر تا به امروز در این مسئله مرت... مرتکب اشتباه می شدیم از این بعد مرتکب اشتباه نشیم سحری بخوریم همان گونه که پیامبر ما اسوه ما الگوی ما فرمودند خطاب به ما ولو این که یک جرعه آب بنوشیم پس این از آداب و سنت های روزه گرفتن هست از دیگر سنت ها و ارشادات الگوی ما و اسوه ما در رابطه با روزه گرفتن این است که هنگامی که میخوایم افتار بکنیم یعنی پس از چند دقیقه دیگر پس از چند دقیقه دیگر که وقت افتاره است که میگن الله سبحانه تعالی روزه گرفتن ما در این روز از ما پذیرفته باشند هنگامی که میخوایم افتار کنیم آن چیزی که افتاری خود را با آن آغاز میکنیم اگر در استطاعت هست بایستی رتب باشد رتب یعنی خرمایی که تازه رسیده است اگر در استطاعت هست و رتب داریم بایستی افتار خود را با رتب آغاز کنیم که این سنت پیامبر صلی الله علیه و است اگر رتب نبود خرما اگر رتب نداشتیم گیر نیامد با خرما و اگر خرما نیز نبود با چیزی که در دسترس همه هست آب پس یک رتب اگر رطب نبود دو خورما اگر خورما هم گیر نیاوردیم آب بخوریم افتاری خود را با این خو با رطب خورما و یا آب آغاز کنیم انس رضی الله تعالی عنه در رابطه میفرمایند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فان لم تكن رطبات فعلى تمرات فان لم تكن حسا حسوات من ماء انس رضی الله تعالی عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و افطار خیش را قبل از نماز اینم مسئله دیگری سنت از رسول صلی سل... الله سنتی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم چون در خیز ما مرتکب است اینجا نیز مرت... مرتکب اشتباه بشویم بگیم میریم نماز مغرب را میخوانیم برمیگردیم افطار میکنیم خیر این سنت رسول الله صلی الله علیه و نیست سنت رسول الله صلی الله علیه و با میگن که قبل از نماز خواندن افطار کنید خورشید که غروب کرد فورا افتار کنید بعدا نماز بخوانید پس رسول الله صلی الله علیه وسلم افتاری خود را قبل از نماز خواندن و با چند دانه رتب آغاز می کردند و اگر رتب نبود با چند دانه خرما و اگر خرما نیز گیرشان نمی آمد آب می نوشیدند رسول الله صلی الله علیه وسلم با نوشیدن آب افتار خود را آغاز می کردند و این بسیار مهم است در ظاهر ممکن است ما اهمیت آن را درک نکنیم ولی این بسیار مهم است برادران و خواهران عزیز این سنت و همچنین سنت های دیگه را که قبلا ما ذکر کردیم کسی که در ماه مبارک رمضان مراقب است که با چه چی چیزی افطار خود را آغاز کند چه چی چیزی را در دهان نخست در دهان خود بگذارد مراقب است مواظب است متوجه این مسئله است و به این مسئله اهمیت می‌دهد مطمئن باشید که این مسئله او را وامی دارد که در طول سال نیز متوجه این مسئله باشد که چه لغمه دارد در دهان خود و زن و بچه خود میگذارد آیا لغمه حلال است یا حرام مطمئنا به این مسئله کمک می کند این مسئله مطمئنا به این موضوع ما را کمک خواهد کرد و از دیگر سنت های روزه از دیگر سنت های روزه استفاده از سنت دعا کردن هنگام افتار کردن است چیزی که ما در پایان هر برنامه از برنامه های خود خود ما را به این مسئله متذکر می دعا کردن مخصوصا در اواخر وقت روزه یعنی هنگام افتار کردن نزدیک های افتار عمل کردن به این سنت به ما یاد میدهد دهد ده ما را عادت می دهد به اینکه در طول ایام زندگی خیش خود را مسلح به سلاح قوی و قدرتمند دعا سازیم ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند سه دعا مستجاب هستند سه دعا رد نخواهد شد دعای روزه دار دعای مظلوم و دعای مسافر دعای روزه دار یکی از دعاهایی است که مستجاب خواهد بود حالا در حدیث دیگری در روایتی دیگری این وقت مشخص می شود یا بر این وقت تاکید بیشتری میشه وقت افتار کردن چیزی که اکنون ما در آن هستیم این اوقات این اوقات عظیم این اوقات گرانبها ها نزدیک های افتار کردن در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند دعای سه شخص رد نخواهد شد دعای روزدار هنگام افتار کردن دعای امام عادل و دعای مظلوم و گونه که میدانیم انسان هنگامی که افتار کرد یعنی بعد از افطار کردن سنت است که این دعا را بگوید ذهب ضمع و ابتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله و آری وقت افطار کردن نزدیکی های افطار کردن وقت بسیار مناسبی است برای دعا کردن که در این وقت انسان برای خود برای پدر و مادر خود برای زن و بچه خود و برای سایر مسلمانان سایر فک و فامیل خود دعا کند که این وقت وقت استجاب شدن مستجاب گشتن دعا هست وقت برنامه امروز ما در این روز نیز به پایان میرسد و می داریم که الله سبحانه و تعالی روز گرفتن های ما و سایر عبادات ما را در این ماه مبارک از ما بپذیرند و آخر دعوانا سبحان ربک رب العزت عما يصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته